این ورزشگاه بیسلاگی استقلالیتی تاجیکستان‌اسکی در شهر خوجند مرکزی ماموری ولایت سوخ قرار دارد. بینندگان ارجمند و با کلاسیکو فوتبال تاجیک این ورزشگاه امروز به حیث میزبان انتخاب شده است. واقعا مگر با تاریخ رقابت‌های باشگاه‌های کشورمان در مسابقات بین‌المللی نظر اندازیم، تو همین سال بار هم دو باشگاه‌های کشورمان در دایره مسابقات بین‌المللی با هم رقیب نشده بودند و پس از چند لحظه نخستین تغییرات در آغاز قسم دوم در حیط دسته استقلال با چشم میرسد. آماده است که با میدان حکیم فوزالوف یکی اگر دو فوتبال باز را برورد. این نیم افزادگر نوریدین داورانوف است و همچنین حملگر شهرام سمیف که تحت رقم 23 باید با میدان باید رفتی بازی در قسم اول و حسابی که بود البته ستاد مربیان دسته استقلال را قناعت نمیکند، هم از نگاه خوب صفات بازی و هم از نگاه نتیجه و هم از نگاه عموما موقع گیری این تیم در جدول مسابقات. در حیط دسته خوجند هم ملکه تغییر را احساس کرده میشد و ببینید دلشاد واسیف فوتبال بازی دستون برای دسته استقلال که سرکرده است همین موسم در حیط دسته خوجند را نمایی کرده ایستاده است و میدان برآمده است و آماده است که در موفقیت دستش در رفت همین بازی سهم گذار باشد. شریدین بابایف از میدان گرفته شد، بجای او شهرام سمیف با میدان برآمد در جریان بازی بر مقابل منتخب افغانستان. او نخستین گل خود را با پیرانهای تیم ملی کشورمان به هدف رسانید و همزمان این نخستین بازی با پیرانهای تیم ملی کشور برای این فوتبال بازی 19 ساله بود. نوریدین داورانوف که با فهرست اشتراکچیان بازیگران دسته استقلال برای اشتراک در مسابقات جام کنفدراسیون فوتبال آسیا امسال وارد شده بود، امروز بار اول در موسم جوری با میدان میبرد و فوتبال بازی مذکور البته قبلا در مسابقات لیگ اولی فوتبال کشور مخصوصا در دوری هفتم وقتی که خوجند در همین میدان استقلال را پذیرایی کرد با میدان برآمد در قسم دوم و بسیار بازی جالب هم نشان داد. خوب بینندگان ارجمند بیاید اکنون هیئت ها را برای دیدار امروز معرفی کنیم. در حیط دسته خوجند به ما معلوم نکردند که دلشاد واسیف با جایی که به میدان برآمد. به هر حال ما پس از چند لحظه مشاهده قسم دویم بازی به این چیز هم میتوانیم روشنی اندازیم. در اون زمان داوید کوپاتادزه از فوتبالبازانی که امروز در خط دفاع هستند صاحب جان حکیموف، داورون جان ارگاشف و همچنین اویبک عبدالغفاروف میباشند. جاز اوت فوتبالبازان دسته خوجند آماده هستند که توپ را به بازی درآورند. دلشاد جان کریموف پرتافتی او به داخل جریمهگاه کنیتی خیلی هم خوب بود. اینجا جلیل کیمسانف این وضعیت رو برطرف میکنند. در خطی نیم افزاد چهار نفر قرار دارند: کمرانی میرزا نجات، بختیار چوریف، همچنین فردوس چقالف و دلشاد جان کریم. سگانه خطی هجوم رو در حیاتی دسته خوجند اینجا متوجه میشنیم بر افزی هجوم مذکور تو باز میدان حسام برون شد. جهانگیر ارگشف سربانی دسته و همچنین تورسونالی رستم و دلشاد بزرگ تشکیل میکردن. سرمربی ویتالی لفچنکا بود ولی در اخوز قسم دویم گفتیم دلشاد واسیف فوتبال بازی واقعا هم با تجربه در این مسابقات بارها با دروازه رقیبان استقلال قبلا گل زده بود. در حیط دسته خوجند هم توانست بسیار بازی جالب نشان دهد مخصوصا در بازی که بر مقابل دوردوی در همین میدان خوجند داشت. حالا متوجه میشویم با هجوم نوبتی فوتبال بازان دسته خوجند معلوم است که تورسونالی رستموف در میدان نرنمایی نکرده است. این فوتبال باز در انجام قسم اول کمی اوسه برداشت و به جای او دلشاد واسیف اکنون در آغاز قسم دویم به میدان آمده است. بازی را ادامه میدهد. ارگاشف پرتافتی او به کنار، فردوس چقالف با توپ قرار دارد در مبارزه با احتم نظرف نتوانست از رقیب گزارش کند فردوس، ولی اوت به فایده فوتبال بازان دسته خوجند است. خوب حیاتی دسته استقلال را پس از چند لحظه به شما معرفی خواهم کرد. اینجا گفتیم در اخوز قسم دویوم یک اگر دو تغییرات دیده می شود. فردوس چقالف از اوت توپ رو با بازی در آوردن او در اخوز قسم یکم بازی خاطرتون هست که بعدا باعث با گل زدن فوتبال بازانی دسته خوجند شده بود. جهانگیر ارگاشف پرتافت میکند ولی ستاشیچ اولین شده به توپ رسید. در اون زمان نیکولا ستاشیچ از فوتبال بازانی خط دفاع جلیل کیمسانوف اسکندر جلیلوف همچنین
دو نفر دیگر احتم نظرف و الیکسی لارین می بوشند. در خطی نیم مفیزه میخایلو ساکیچ بازی داشت که بجای اون نوریدین دورانف با میدان برامند. در پهلوی او احسانی پنچنبه بازی کرده استاده است. همچنین در خطی حجوم باشد چهارگونه استقلال با توریزرین قرار دارن فتولو فتولویف، محمد جان رحیموف، شهرام سمیف و همچنین علی شیر جلیلف. بجای شریدین با گفت که در قسمی اول مرنامه میکرد با میدان. اینجا بازی ها خفنوک است. باز هم یکی میکنیتی دیگر ولی دلشت واسیف نتوانیست که توب را قبول کند. بجای شریدین با گفت که در قسمی اول مرنامه میکرد با میدان شهرام سمیف برامد. سرمربی حکیم فوزایلف است. فوتبال بازانی استقلال اولو از اول توب را با بازی در وردن. و دیروز وکر هم سرمربی دسته خوجند ویتالی لفچنکا ابراز داشت که دسته او همه جهتا با بازی بر مقابل تیمی استقلال آمادگی دید. آنها از جمله دو بازی رفیقانه را بر مقابل باشگاه‌های کشور ازبکستان دایر کردند. با دسته متالورگی بکوبوت و همچنین با دسته زومینی جیزخ. در این بازی‌های سنجشی شاگردان او نتیجه نسبتاً قناعت بخش داشتند. از جمله در بازی بر مقابل دسته زومین جیزخ به حساب 1-0 با گلی دلشاد بزرف آنها غلبه کردند. پرتوفتی نوریدین با سمت شهرام سمیف ولی شهرام نتوانست توپ را به هم دستایش رساند. جلیل کیمسانوف، الکسی لارین، این روز هر دوی آنها در خط دفاعی مرکز هستند. البته جلیل تجربه بازی هم در کنارهای خط دفاع را دارد. فتولو پرتوفتی او ادامه هجوم فوتبال بازان دسته استقلال. توپ در میدان باقی ماند. سمیف پرتوفت با احسان. پای بازی احسان در داخل جریمه‌گاه ولی مجبور شد بعدم به قفا پرتافت کند. نوریدین باشد نتوانست توپ را به فتولو رساند در همین وضعیت. البته نوریدین دورانوف هنوز گویمامان حالت ورزشی خود یعنی فرمای ورزشی خود را به پورگی برقرار نکرده است. اینجا چگونه وضعیت با وجود میآید؟ اولین شده به توپ واقعا هم به نظرم نیکولا ستوشیچ رسید ولی یک کمی در همان وضعیت فوتبال بازان این تیمی خوجند سالنگوری کرد. نما دوباره مرکز باشد در نوبت خود اشاره میکند که آوت نودروس پرتوفته شده از جانب فوتبال بازان میزبان. از همین سبب دیگر بار آوت را فوتبال بازان استقلال با بازی در آوردند. از یک بازی به بازی دیگر ویتالی لفچنکا واقعا هم اشاره کرد که در بازی شاگردانی او بهبودی دیده می شود و او گفت که ما آمادگی واقعا هم جدی از نگاه تاکتیکی و روحیوی داریم به بازی بر مقابل استقلال و فرداش ما عملا در میدان آن همه تیاری و آمادگی که ما دیدیم خواهد دید. 45 دقیقه قسمی اول این چیز رو واقعا هم ثابت کرد. حالا هجوم فوتبال بازان دسته استقلال از کنار پرتوف با علیشر ولی جلیل فینکون اجرایش ضربه رو پیدا نکرد. کامرون پرتوفتی او با دلشاد واسیف. واسیف باشد با سمتی دلشاد بزرف پرتوفت کند اما بزرف در حالت آفساید قرار داشت. از همین سبب هم با سمتی توپ حرکت نکرد. و یک برتری دیگری فوتبال بازان دسته خوجند در برابر استقلال هم هست که بینندگان ارجمند همگی دو فوتبال باز از خوجند به تیم ملی کشورمون دعوت شد. جهانگیر الگرشف و فردوس چخالف. فردوس چخالف در هر دو بازی هم به میدان نبرآمد ولی جهانگیر الگرشف در حیط اولیه بود. اما در حیط استقلال چون این فوتبال بازان خیلی هم زیادند پرتوفتی اسکندر با داخل جریمه‌گاه هجوم رو هم دسته های دیگری او ادامه میدهند. پرتوفتی نوبتی امکانیتی خوب بود برای شهرام ولی مفسدگران از جمله اویبک عبدالغفورف امکان ندادند که شهرام سمیف به توپ برسد. اسکندر بازی افتی توپ از جانب او محمد جان رحیموف و قاعده بازی اینجا ویران کرده می شود. مبارزه محمد جان رحیموف با جهانگیر ارگاشف بود و به احتمال زیاد اینجا سروان دسته میزبان قاعده بازی را ویران کرد. همین طور هم هست. به توجه کنیم بله بله دقیقا اینجا قاعده استزی از جانب جهانگیر ارگاشف بود. با توپ رسیدن نتوانست و رقیب رو با استفاده از قوه خود باز داشت. خوب بیاید ببینیم که اکنون از این وضعیت معمولی فوتبال بازان دسته
استقلال چگونه استفاده میکنند. تقریبا با همین حالتی مونند در جریان قسم اول شوگردان حکیم فوزایلف داشتند ولی از اون استفاده نکردند. احتم نظرف او میتواند از این مسافت دو ضربه مستقیم هم اجرا کند. احتم پرتوفتی او وضعیت خوفناک است ولی به توپ کسی نمیرسد و اون از میدان بیرون میشود. از چون این کنجی تیز هم احتم برها بخت خود رو سنجیده بود در بازی‌های دیگر ولی این دفعه توکل نکرد بلکه به سمت همدستانش که این کنی جرویشی ضربه رو باید جستجو میکردن پرتوفت رو انجام داد. باید به نوارهای تکراری همین وضعیت توجه کنیم. این کنیت البته برای محمد جون رحیموف بود ولی او هم به توب رسیده نتوانست. اسکندر منگر در رفت قسم اولی رقابت دسته ها برتری نظارت توب در اختیار فوتبال بازان استقلال هم باشد ولی وضعیت های خوفناک امکانیت های رخنه کردن دروازه رقیب در اختیار دسته میزبان بود. و فوتبال بازان سویل رودی سیر البته از این امکانیت های خود خیلی خوب استفاده بردن. فتولو گزارشی او و افتی در داخل جریمه گاه ولی دوباره مرکز خیلی نزدیک بود به همین وضعیت و اشاره نمود که هیچ گونه فایده ویران کنی نیست. بازی باید ایدوم های بعد جلیل کیمسانف دلشاد واسیف چگونه اون گریزه میبرد اینجا رقیب رو مجبور کرد که اشتباه کند. وضعیت خوفناک است. ضربه و دلشاد چرو تاخیر کرد در اجرایش ضربه. او امکانیتی بهتر داشت میتوانست که یا با دستش پرتافت کند یا اینکه زودتر ضربه رو چونی میدروزه نیکولاس سوشیچ انجام دهد. بیاید توجه کنیم سوشیچ هم اینجا هنرش ارزنده است. واقعا هم مهارتی والو نشان داد در همین وضعیت نیکولاس سوشیچ ولی دلشاد بر این فوتبال بازی با تجربه موظف است از چنین امکانیت های داشتهاش استفاده برد. بختیار چوریف و ببینه در آغاز قسم دویم رقابت دسته ها هم شانسی تیمی خوجان برای رخنه کردن در اوزه رقیب بهتر به چشم میرسد. بختیار چوریف در نزدی توپ قرار دارد. پرتوفتی نوبتی او وضعیت خوفناک است و چگونه امکانیت اینجا ببینید از حسابی ضربه های کنجی فوتبال بازان تیمی خوجند در دیدار امروزه هرچند قفا میمونند ولی تو جایی به این امور که پیشنهاد کرده شد باوری کس نمیاد. اصلا خوجند به نظرم برتری دارد از نگاه اجرایش ضربه های کنجی چون در قسم اول هم همین امور کمی گویم برغلط پیشنهادی موشده بود. یک اکورا دو نفر با پرتوفتی بختیار چوریف کوشش کردن که رسیدگی نمایند ولی اجرایشی ضربه از جانب اونها بوسر اونقدر خوب نبود. احتم نظرف نوریدین دورانوف پرتوفتی و بکنور اما اسکندر توپ را در میدان نگاه داشته نمیتواند. شاید یک مشکلات دیگر در جریان بازی های سفری استقلال این باشد که بیشتر از فوتبال بازان البته در میدان سمعی با بازی کردن عادت میکنند ولی در آن میدان هایی که چمن پوش هستند یعنی گویم علفی طبیعی دارند برایشون یک کمی حرکت کردن مشکلی ایجاد میکنند و مخصوصا نمین پرتوفتوی که از کنورها با همدیگر اجرا کرده استودن فوتبال بازان استقلال خود شما هم دیده استوید که چگونه در قبول آن فوتبال بازان یک کمی مشکلی دارند. حالا فوتبال بازی دسته خوجند اوسه برداشته است و دوباره مرکز اشاره میکند که هرچی زودتر گروهی طبیبان باید با میدان آیند و در دروازه‌بان داوید کوپاتادزه باشد در نوبت خود اشاره میکند که باید او را ایواز کنند. این همان وضعیت که جلیل کیمسانوف اشتباه بسیار دغل کرد توپ را از دست داد در مبارزه با دلشاد واسیف. واسیف توپ را پس از قبول کردن فکر میکنم دور و دراز فکر میکرد که چی کار کند با توپ ضربه زند یا اینکه به همدستهاش پرتافت کند. بالاخره وریانت اول را قبول کرد دلشاد و ضربه اجرا کرده او را در دروازه‌بان برطرف نمود. نیکولاس توشیچ واقعا هم این سیوی نیکولاس توشیچ بسیار مهم است چرا که نگذاشت او فرقیت با دو گل رسد
در چنین حالت با شاگردانی حکیم فوزایلوف باز هم مشکل میشد. من در بازی استقلال همان مشکلاتی که در دیداری سفری بر مقابل فوتبال بازانی تیم دوردوی با چشم رسید دیده می شود. یک کمی شاید به پروایانه مناسبت کردن بر رقیب، نادیده گرفتنی بهترین گویم همون صفات های بازی کنی فوتبال بازانی رقیب برای استقلال مشکلات ایجاد میکند. احسان پنجشنبه پرتوفت با کنار اسکندر با هر دو پایش البته میتواند پرتوفت رو انجام دهد، ولی توپ رو با مرکز میدان با نوریدین دولان فراوان کرد و ضربه جریمه تعیین کرده میشود. نوریدین در جریان رقابت دوره هفتم بر مقابل تیم خوجند در همین میدان ضربه جریمه رو در سطح خیلی عالی اجرا کرده بود که ضربه زده او با تیری دروازه داوید کوپاتادزه رسید. حالا خواهیم دید که از این وضعیت خود چگونه استفاده میبرد. در این بین در حیات دسته خوجند تغییرات شد. محافظتگر تورنیک جمشیدشویلی از حیات ذخیروی به میدان برآمد. این فوتبال بازی لیگیونر محافظتگری کناری است و به جای فردوس چخالوف بازی را ادامه میدهد. او در کناری راست ضربه کنجی دقیقه 60 رقابت جریان دارد و از این وضعیت معمولی اکنون فوتبال بازانی دسته استقلال چگونه استفاده میبرند. فتولوف در نزدی توپ است، پرتوفتی او، ولی از همدستانش کسی در این منطقه میدان قرار ندارند. دلشاد بزرگ پرتوفتی او و اینجا هم از همدستان دلشاد کسی نیست. احسان پرتوفتی او با محمد جان رحیموف، گزارش رحیموف از بین چهار فوتبال بازی رقیب، بعدا پرتوفتی او با شهرام سمیف. خیلی هم خوب حرکت کرد در این وضعیت محمد جان، ولی شهرام سمیف کم دلتر به رفتی هجوم پیوست شد. البته هم دیگر فهمی اونها شاید کمتر باشد با صاحب اون که در حیات اولیه یک جو با یک دیگر کمتر بازی میکنند، اما سرعت شهرام هم میبینیم در این نورهای تکراری که کفایه نمیکرد برای سری وقت رسیدن به توپ. محمد جان رحیموف پرتوفتی نوبتی او و روز به دستی در روزبان داوید کوپاتادزه. دیروز با ویتالی لفچنکا سوال دادند که شما در بازی پاگوهینا چی نتیجه رو میخواید بقید گیرید و او گفت که ما میخواییم با حکمرانی مطلقی دسته استقلال خاتمه بخشیم. دسته ما عزم دارد که در بازی در میدان خود صاحب 3 امتیاز شود و چگونه بازی گویم جریان میگیرد اون رو وقت نشون میدهد، ولی ما نقشه داریم که حتما صاحب 3 امتیاز شویم. و این سخنان رو بعدن سربان دسته خوجند جهانگیر ارگشف هم به زبان آورد. او گفت که ما حتما بهره به دست آوردن 3 امتیاز به میدان میبریم و در عمل فوتبال بازانی خوجند واقعا باید گفت با این سخنهای دیروز گفته سرمربی و سربان دستهشون گویم عمل کرده تو همین دقیقه در جریان بازی بر مقابل استقلال پیش صفه. من نتیجه خوجند در مسابقات جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بد نیست. بینندگان ارجمند، این سال اولین اشتراک آنها در دور گروهی است. قبلا دو دفعه در مرحله های مقدماتی ناکام شده بودند. با کوشش سیوم فوتبال بازان خوجند بالاخره به دور گروهی راه یافتند و دسته دوردوی رو در همین میدان شکست داد، با التی نصیر مساوی کرد و این آخرین بازی خانگی برای فوتبال بازان خوجند در دوره گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا است. ببینید از دو رقیب قبلی خود امتیاز ستانیدند و در نوبت از استقلال امکانیت نوبتی برای فوتبال بازان خوجند. جهانگیر ارگشف از کنار گزارشی او، ولی سری وقت این وضعیت را محافظتگر اسکندر جلیلوف برطرف میکند. جهانگیر امکان داشت که حرکت خود را جانبی دروازه ادامه دهد، ولی یک کمی باز ایستاد ارگشف در همین وضعیت و اسکندر هم سری وقت به موقع خود برگشته توپ را زده از میدان بیرون کرد. دلشاد کریموف پرتوفتی او و این وضعیت برطرف کرده می شود و
футбол бузони истиқлол албатта ҳар чи зудтар агар фарқиятро дар ҳисоб кошдиянд, ҳамон қадар гейм барои шогирдони Ҳаким Фузайлов дар маҷмӯ натиҷаи мусбиро ба қайд гирифтан дар ҳамин бозӣ имконпазир хоҳад буд. ҳар қадар таъхир кунанд барояшон мушкилоти дигари умуман зам мешавад. Эҳсони панҷшанбе зарбаи хело қавӣ дорад. Эҳсон бо чӣ гуна зарба аз ҷониби эҳсони панҷшанбе инҷо ҳисобро дубарду мекунад. ин зарбаи тирвори иҷро кардаи ним офисиатгари ҷавон, ҳарчанд мо ӯро дар ҷараёни қисми аввал барои намон иштибоҳҳои мекардаш танқидам кардем, вале бубинед чӣ гуна зарбаро иҷро кард. ин гуна зарбаҳо ҳам ту иҷро карда намешаванд. бинандагони арҷманд, барои иҷроиши он техникаи воқеан ҳам воло зарур аст. мисли тир бар ин зарба иҷро карда шуд аз ҷониби эҳсон. бубинед заминноки ин зарбаро иҷро кард ва ҳам муҳофизатгарон ва ҳам дарвозабон Давид Купатадзе инҷо оҷиз монданд дар бартараф кардани зарбаи эҳсони панҷшанбе. ҳисоб ду бар ду мешавад. истиқлол бори дуюм дар ҷараёни дидори имрӯза ба баробар кардани ҳисоб дар дидор бо Хуҷанд муваффақ шуда истодааст. акнун қадами навбатиро кӣ ба пеш мегузорад, Хуҷанд ё истиқлол? ин саволе аст ки мо дар чанд дақиқаи баъдӣ мехоҳем ба он ҷавоб пайдо кунем. партофти Нуриддин Давронов ба канор, Алишер Ҷалилов ҷумидома меёбад, Аҳтам Назаров партофти ӯ, Муҳаммадҷон Раҳимов инҷо ҳаракат мекард ки ба ту бирасад, вале офисиатгарони Хуҷанд монеа шуданд. Нуриддин бои бозиҳои ӯ, вале дар мубориза бо рақибаш ки ӯ ҳам рақами 8 дорад, Бахтиёр Чориев, ӯ муваффақ нашуд. Алексей Ларин партофти ӯ ба Аҳтам Назаров. Аҳтам Алишер Ҷалилов дербоз моуро чунин фаулияшро аниқтараш надида будем, вале гузариши навбатии ӯ бенатиҷа буд. инҷо аксҳуҷуми футболбозони дастаи Хуҷанд, вазъияти воқеан ҳам хавфнок аст. Дилшод зарбаи ӯ ва дарвозабон боз ҳам наҷот медиҳад. Никола Сошич тӯли ин дақиқаҳо қаҳрамони асосӣ дар ҳайати дастаи истиқлол аст. ду дафъа метавон гуфт дар ҷараёни қисми дуюм аз голҳои муқаррар ҳам дастаҳояшро наҷот бахшид. ҳолати аввал зарбае ки Дилшод Восиев дошт ва акнун ин зарбае ки Дилшод Бозоров иҷро кард. бетаваҷҷӯ кунем, бо пояш бартараф кард, бо пои росташ ин зарбаро баргардонид Никола Сошич. баъзе вақт дарвозабон нисфи даста аст мегӯянд, ва воқеанам ин сухани пурҳикмати футболӣ ҷон дорад. бинандагони арҷманд, якаме нофаҳмӣ байни футболбозони ҳар ду даста ҳоло дида мешавад, аз ҷумла Ҷалил Кимсанов бо футболбози дастаи Хуҷанд, Дилшод Бозоров баҳсу нозира доранд дар дохили ҷаримаго. довари марказ иҷозат медиҳад ки зарбаи кунҷӣ иҷро карда шавад. партофти Бахтиёр бенатиҷа буд. аввалишда футболбозони истиқлол ба туб расиданд ва онро аз дохили ҷаримагоҳашон берун карданд. акнун аз назди дарвоза бояд Никола Сошич тубро ба бозӣ дарорад. суханҳое ки дирӯз Ҳаким Фузайлов ҳам дар мавриди рақиби имрӯзааш, яъне дастаи Хуҷанд, ба забон овард, воқеанам ҷо дошт. ӯ гуфт ки Хуҷанд мехоҳад барои нокомиҳояш дар баробари истиқлол пузиш пурсад, узр пурсад аз тарафдорони худ ва дар майдонаш чунин имкониятро ҳатман дарёфт хоҳад кард. эҳсон партофти ӯ ба Шаҳром Самиев. шаҳром тубро ба Муҳаммадҷон бармегардонад. раҳимов инҷо ба марказ партофт карда истодааст. идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи истиқлолро мебинем. фатулло партофти ӯ ба дохили ҷаримаго. Муҳаммадҷон Раҳимов бо туб қарор дорад. эҳсон бозам зарбаи ӯро мебинем ё на? на, ин дафъа чунин имконият дода нашуд. эҳсон баръакс мехост тавассути бозигузорӣ бо Алишер Ҷалилов мавқеи беҳтарро барои иҷроиши зарба пайдо кунад, аммо чунин имкониятро ба ӯ надоданд ва футболбозони Хуҷанд аз ҳад зиёд акнун ба хатти дифоъ нишаста ҳаракат карда истодаанд. бахти худро албатта шогирдони Левченко дар аксҳуҷум ҷуё мешаванд. ва ҷолиб ин аст ки бинандагони арҷманд, истиқлол бо қувваи зиёд ба ҳуҷум мегузарад ва холигӣ дар хатти дифоъ боқӣ мемонад ва ин чизро футболбозони тими Хуҷанд бисёр қулай, бисёр гӯем ба маврид ва ба нафъи худ истифода бурда истодаанд. инро ҳам бояд
مخصوصی شو رکنه. خوده بازی ویران شد. علیشیر جلیلوف در برابری بختیار چوریف خوده بازی رو ویران کرد. در اتی هر دو دستم تو همین لحظه ما دیدیم که دو نفری فوتبال بازونی واس کرده شدند. باز در اتی ذخیره هستند فوتبال بازونی که با برامدنشون به میدان میتوانند تغییرات در رفتی بازی هر دو دسته وارد کنند. دورون جون ارگاشف این پرتوف نه بلکه ضربه بود از این وضعیت معمولی اما خیلی هم نوانیق. خوب در اتی احتیاطی دسته خوجند فوتبال بازون زیرین هستند که شاید به میدان برند. از ایلجان بگیم قولف محافظتگر و همچنین منوچهر احمدوف سربان اساسی تیم و باز هستن فوتبال بازون دیگر اما فکر میکنم شون سیوی به میدان برآمدن اونها شاید کمتر باشد با استثنای خوب پرویز جان علیف و همچنین حاجیبای زیایف هم هست در فهرستی فوتبال بازون ذخیروی خوجند. اینجا محمد جان رحیموف باز یافت تو باز جان بیو و بعدا ضربه که اجرا کرد محمد جان ولی کمی بلندتر این ضربه جانبی دروازه داوید کوپاتادزه حرکت نمود. در اتی ذخیروی دسته استقلال باشد فوتبال بازون زیرین قرار دارند امیربک جورابویف، شهرام سلیمانوف، زویر جورابویف، تبریز دولتمیر و رستم یتیموف. از اون نمونه صفحه که من به زبان آوردم معلوم می شود یکان فوتبال بازی که خط هجوم را پرقوت کند نیست در هیئت ذخیروی. گفتم کامران تورسونوف و رسلان کاریان به فهرست اشتراکیان این بازی از هیئت استقلال وارد کرده نشدند. البته نیم مفسدگر شهرام سلیمانوف است که فوتبال بازی ایجاد کرد دانسته می شود در مرکز میدان. شاید او را ببینیم. او هم تجربه بازی در هیئت دسته استقلال را پس از برآمدن از هیئت ذخیروی خیلی زیاد دریافت میکند در همین موسم. اما که این چیز برای دیده میشد باز یافتی تو بازیونی فوتبال بزنید دسته خوجند. این شد واسیف انتظار شد اومدن هم دسته هایش را و مجبور شد با کمرونی میرزا نجات پرتوفت کند. پرتوفتی کمرون باشد با کنار با دیل شد کریموف بیم رفتن نرسید. این شد واسیف پیده بازی ویران نشده است. دوباره اینجا زد میدید که بازی دو مایو بعد و در این وضعیت جهانگیر ارگاشف توبرو از خود رها کرد. دقیقه 71 رقابت هم شروع شد و ببینید باز هم حرکت های به بندوباری فوتبال بزنید دسته استقلال در خط دفاع واقعاً هم دیده می شود. دیده می شود که همین مدتی تنفسی که وابسته به بازی منتخب کشورمان اومد و وابسته به روزهای فیفا بود یک کمی در موقع گیری و من همدیگر فهمی فوتبال بزنی دسته استقلال بهبودی رو ورید نکرد. دیل شد واسیف ضربه خیلی هم خفناک و گل. این جوابی دیل شد واسیف با گلی احسانی پنجشنبه بود بینندگان ارجمند در کلاسیکای فوتبالی تاجیک. ببینید چگونه امروز گل های یکی از دیگر زیباتر زده می شود و همان اشاره که دیل شد واسیف کار فکر میکنم شما هم درک کردید که باکی روانش را بود و در موردی همین بازی که امروز هر دو این باشگاه در مسابقات جام کنفرانسیون فوتبالی آسیا نشان دادند تنها با یک سخن میتوان گفت احسن به هر دو این باشگاه. هرچند الله حساب به نفع خوجند است اصلا ولی بازی هر دو این باشگاه همون در چوین سر در دویله مسابقات جام کنفرانسیون فوتبالی آسیا خیلی خورسندی میارد و هر کدومی از طرفداران فوتبالی مهنمون که رقابت پذیری باشگاه های فوتبالی کشورمون البته بهتر شده استاده سال با سال و دیگه میکنم این در مجموع بر رشد فوتبال و من بازی منتخب کشورمون تاثیر خود را حتما میگذارد. خوجند باری سیوم در جریان دیداری امروز با پیش برآمد. فوتبال بزنی دسته استقلال با هجوم گذاشتن اما شهرام سمیف با موقع پرتوف کرد که کسی از هم دستایش حضور نداشت. اینجا باز هم امکانیت دیگر برای فوتبال بزنی خوجند در حال باکس هجوم فرار میکنند اما نیکولا سوچیش سری وقت از موقعش بیرون شده این وضعیت رو برطرف کرد. جلیل کیمسانوف لونوریدین در مرکز میدان توپ رسای میشود ولی جهانگیر ارگاشف با او خلل رسانید. جلیل کیمسانوف نوریدین داورانوف
پرتوفت با کنار اسکندر، محمد جون رحیموف رو با همراهی احسان با پیش روان کرد و ولی اینجا دوران جون ارگشف اولیش رو به توب رسید و اون رو از میدان بیرون کرد. کمرانی میرزان اجاد، نوریدین دورانوف، محمد جون رحیموف، اینجا توب ماس باو رسیده از میدان بیرون شد. خوب بینندگان ارجمند، پس از بازی منتخب کشورمون بر مقابل جمهوری مردمی چین باید رقابت های دوری نهم چمپیونات روسیه استراتی هفته گذشته 15 و 16 ایون برگزار میشدند، ولی تنها یک بازی برگزار شد. خطلون در میدان خود کوکتوش را قبول کرد و به حساب 0-1 دوچاری باخت شد. کوکتوش این زمان زینه دویم را اشغال کرده ایستاده است. خوجند از صدر نشینان جدول مسابقات حالا کمی قفاتر قرار دارد. اینجا پرتوفتی احسان، ولی توپ تو با علیشر جلیلوف رفته نرسید و باز هم عکس نجومی نوبتی فوتبال بسونی تیم خوجند رو میتوانستیم ببینیم، اما الکسی لارین نگذاشت که این دفعه دلشاد واسیف صاحبی توپ شود. محمد جان رحیموف پرتوفتی او با مرکز نوریدین دورانوف چرخیشی او، ولی بعد هم باز هم مجبور میشود با کنار توجه کند. احتم خلام خوب از تورنیک گزارش کرد و پرتوفتی او بعدن، ولی این وضعیت از جانب دلشاد کریموف برطرف کرده می شود. دلشاد ها امروز در میدان خیلی هم زیادند. پرتوفتی نوبتی، تنها در حیط دسته خوجان سه نفر فوتبال بازی هستند که با نام دلشاد نمایی کرده ایستادند. احسان گزارشی او، پرتوفت با کنار اسکندر جلیلوف، وضعیت خفناک است. پرتوفت جوابی او، امکانیت خیلی هم خلای ضربه اول برطرف کرده شد. فتولو ضربه او، اما محافظتگران اینجا برطرف کردند. تورنیک جمشلشویلی با همراهی اینجا وضعیت خفناک ادامه دارد. احسان ضربه نوبتی او، و این ضربه کم خطا رفت. امکانیت بسیار هم خلای بود برای احسان پنجشنبه. البته او با باوری ضربه رو اجرا کرد با پای چپش، اما کمی بلندتر رفت این ضربه و دستای خوجند و استقلال در دوری گذشته چمپیونات البته بازی خود رو دایر نکردند. اینجا البته بعضی سبب ها هم بود، کمی دیرتر از حیات منتخب کشور با حیات باشگاه خود اومدن فوتبال بزرگی علاهیده، مخصوصا در حیات دسته استقلال این چیز با چشم رسید. دیروز سرمربی حکیم فوزایلف در این باره قید کرده بود. خوب خوجند باید در میدان خود پنچر رو قبول میکرد و دسته استقلال هم باید رقابتی استقلال باید در میدان خود پنجه رو قبول میکرد و خوجند باید مهمونی نه مزارت وقتانم برعکس است، برعکس و من بازی دوری نهومی چمپیونات همون برگزار نشدن. سه بازی از بازی که بنقشه گرفته شده بود و باید توجه کنیم تکراران با اجرایشی ضربه از جنبی دلشاد واسیف چیگونه در سطح خیلی همولی ضربه رو اجرا کرد دلشاد، و این سیومین گل است برای دلشاد واسیف در رقابت های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال جاری. او حالا یکی از نشانزن های بهترین در دوری گروهی هم هست. علیشر جلیلوف چنین مقدار گل ها رو دارد در حیات دسته استقلال. جوی فوتبال بسوین دسته استقلال وضعیت خیلی هم خفناک، اما با محمد جان رحیموف امکان اجرایش ضربه را ندادند. دومه هجوم را خواهیم دید، وضعیت خفناک است و این حالت را صاحب جان حکیموف برطرف کرد. نوریدین دورانوف ضربه او باز هم برطرف کرده می شود و دوران جان ارگشف پس از آن که یوری تجلیل تیبی رسانده شد و اماده است که به میدان برگردد در حال ضربه کنجی را فوتبال بسونی استقلال با بازی درآوردن. پرتوفتی اسکندر به نتیجه اینجا جمع بس می شود برای همتیمانی او. فتولو نوریدین پرتوفت با کنار اسکندر، وضعیت خفناک است اینجا. علیشر ضربه او
و تو پس از رسیش به فوتبال بازی دسته خوجان صورت خود را کمه کویش داد. این البته باعث شد که داوید کوپاتادزه تقریبا به مشکل هیچ دی تو برو با دست خود گیرد. خوب استقلال در دور نهم بازیش رو با کلوب مرکزی ورزشی ارتش پامیر دویر نکرد. خوجان باشد با پنچر باید بازی میکرد و اون بازی هم دیدو دویر نشد. استرفشان با رگارد هده از بازی میکردن باید این بازی هم برگزار نگردید بینندگان ارجمن. نایدوار باشیم که همگی پس از یک هفته استقلال و خوجان بازی های دور ششم گروهی رو در مسابقات جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال جاری دویر میکنند. استقلال در میدان خود التی نصیر رو قبول میکند که علاقه بازیش با تیم دوردوی قرقیزستان شروع شد هفت دقیقه پیشتر از این و آنجا اولو حساب شده نشده است. محمد جان رحیموف گزارشی او رقیب باز هم امکانیت نمیدید و دسته خوجان باشد بازی دوری آینده خود را در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بر مقابل تیمی دوردوی در سفر در بیشکک دویر میکند در قرقیزستان. غلبه در همین دیدار امکان میدهد که خوجان البته شانسی برآمدن با دوری بعدی را پیدا کند از گروه مذکور. از همین نگاه دیدار امروزه برای هر دو دسته مهمیت خاصی دارد. قبل از شروع این بازی بینندگان ارجمند فرقیت 3 امتیاز را تشکیل میکرد بین دسته های استقلال و خوجان در گروه. غلبه خوجان معنای آن را خواهد داشت که آنها شماره امتیاز هایشان را با استقلال برابر میکنند، ولی از نگاه معلومات های ایلوگی و عمومان جزئیات های دیگر آنها قفا خواهند ماند، چرا که بازی اول 3-0 با نفی شاگردانی حکیم فوزایلف جنبش شده بود. بازی جوابی باشد 3-2 با تناسب گل ها اینجا نقش میبازد. بختیار چوریف پرتوفتی او با جهانگیر ارگاشف. ارگاشف فالو توپ را نگاه میدارد. اسکندر بر مقابل او تلاش کرد و نگذاشت که ارگاشف گزارش کند. فوتبالبازان استقلال توپ را دیگر بار به اختیار خود برگردانیدند. دقیقه 81 رقابت شروع می شود و این دفعه اکنون نوریدین اشتباه میکند. قریب بود توپ را از دست دهد داورانوف، ولی با وقتی او هم دستهایش خیلی نزدیک بودند و توانستند نظارت توپ را به اختیار او برگردانند. جون تاوستی کناری روس رو اندازی شده ایستاده است از جانب فوتبال بازونی دسته استقلال. احسان اینجا مبارزه برد ولی توپ رو نگاه داشته نتوانست. الکسی لارین پرتوفتی و با کنار احتم نظرف مبارزه میبرد و اوت با فایده فوتبال بازونی مهمان است. روزهای 21 و 23 ایون منتخب نورسان تو 16 ساله فوتبال کشور باید در همین ورزشگاه بینندگان ارجمند دو بازی سنجشی را بر مقابل همسالان خود از ازبکستان انجام دهند. برتوفتی محمد جان رحیموف این وضعیت را صاحب جان حکیموف برطرف میکند و من از فرصت استفاده برده از تمام مخلصان و طرفداران فوتبال میهن دعوت به عمل میارم که این بازی های منتخب نورسان کشورمان را تماشا کنم و نسل نوی فوتبالی البته آماده هستند در پی نشان داد های بهتری ورزشی از حالا آمادگی جدی خود را ببینند و در مرحله انتخابی چمپیونات آسیا هم اشتراک فعال داشته باشند که تیر ماه باید برگزار شود. ضربه کنجی در اختیار فوتبال بازان دسته استقلال. احتم نظرف پرتافت این وضعیت برطرف کرده می شود. داورون جون ارگاشف توپ را زده از داخل جریمه‌گاهش بیرون کرد. خوب در میدان دو توپ است، از همین سبب داور مرکز اشاره کرد که باید یک توپ از میدان بیرون کرده شد. دیگر بار از اوت توپ بازی در آورده شد. البته فشار آوردن فوتبال بازان دسته استقلال الا از جانب طرفداران این باشگاه البته زیادتر طلب کرده می شود، چرا که آنها با این ناکامی در بازی بر مقابل خوجان حالت خود را در گروه بازم تنگتر میکنند. در دوری گذشته که آنها بازی که پیشرفت بودند در برابر دوردوی بیشکک
بعدان با بخت دوبار یک جام باز کردن. اونجا هم سهلان گوری فوتبال موزونی دسته استقلال در رفتی بازی به چشم رسیده بود. امروز چی؟ امروز بر مقابل خوجند باشگاهی که اونها چهار دفعه در بازی رسمی همین سال علاقه با حسابهای 3-0 دفعه و یک مرتبه دیگر دوبار یک شکست دادن. نمیتوانند گویم تو همین لحظه تو حسابی مساوی رو هم به قید گیرند. فعال بشن مخلصانی دسته استقلال و هرچی زودتر البته اونها هم بسبرانه انتظارند که دسته دوست داشته اونها حساب رو برابر نکنند. ولی خوجند رو ببینید که باز هم به عکس الهجوم گزارش میکند. دلشاد بزرف و آوت کورکادو. چهلمین بازی رسمی برای دسته استقلال در مسابقات جام کنفدراسیون فوتبال آسیا جریان دارد و حالا آنها با حساب 3-2 قفا میمانند از رقیب خود. کامران میرزانجاد پرتافتی او به کنار مقابل. اینجا توپ در اختیار فوتبال موسوی دسته خوجند است. ضربه خیلی هم خفناک از جانبی جهانگیر ارگاشف ولی کمه دورتر از دروازه نیکولاس توشیچ از میدان بیرون شد. باید توجه کنیم پیش دستی کرد البته جهانگیر در بازیافتی توپ با نظر به رقیب خود. و باز یک فوتبال بازی دیگری خوجند کمی نوتوب است اما دلشاد بزرگ شروع میکنند که بازی رو ادامه داده میتواند. او حکیم فوزایلوف با همراهی ویتالی لفچنکا بینندگان ارجمند قبلا وقتی که او سرمربی منتخب کشورمون بود ویتالی لفچنکا همچون یوردمچی او فعالیت میکرد بسیار تندم خوب رو هم تشکیل کرده بودند و در مورد یک دیگر البته فکرهای بسیار مثبت دارند هم به هنر و مهارت مربیگی خش و مربیگی یک دیگر و هم به آن طرز بینیش فوتبالی که دارند و واقعا هم برها هم دیگر رو تعریف توصیف هم کردند. ولی در دو بازی قبلی که این دو متخصص در روبروی هم دیگر قرار داشتن پیروزی ها به نفع شاگردان حکیم فوزایلوف بود. اما امروز بازی نسبتا مهمتر است در مسابقات جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و شاگردان ویتالی لفچنکا تو همین لحظه 3-2 در برابر شاگردان حکیم فوزایلوف برتری نشان میدهم. پرتافت از جنیبی اسکندر جلیلوف. امروز پرتافتی که اسکندر انجام داده شده است از کنار اونقدر گویم به مقصد نزدیک نیست. برها دیدیم پرتافتی او را نه تو هم دستایش رفته میرسد و نه گویم امکانیتی را برای آنها در مجموع با وجود میارند. خوب تغییرات در حیط دسته خوجند بینندگان ارجمند فوتبال بازی که بالاتر اشاره کردیم که امکانی برآمدن به میدان رو دارد این فوتبال باز علیف است پرویز جان که تحت رقم 18 هنرنمایی میکند و به جای دلشاد بزرگ بازی رو باید او ادامه دهد. هنرنمایی دلشاد مخصوصا با همان سرعت افزایی که داشت در جریان بازی خیلی هم خوب بود. علیف باشد نسبتا فوتبال بازی جوان است. دست پروری خودی باشگاه خوجند است اگر خطا نکنم فوتبال بازی مذکور و از حیاتی ذخیره عادتا این فوتبال باز به میدان میبراید. در حیاتی اولیه تیم خیلی هم کم به میدان برآمدن او را به قید گرفتند. حالا محمد جان رحیموف گزارشی او اما دلشاد کریموف با او خبر رسانید. باز هم محمد جان پرتافتی او به احسان. احسان باشد توپ را از اختیار خود بیرون میکند. دوران ارگاشف دلشاد کریموف و با فایده فوتبال بازان میزبان است. البته با چنین راه اونها من باز چند دقیقه دیگری را به نفع خود کار میکنند.
البته در صورت شکست استقلال هم در همین بازی بینندگان ارجمند، حالا در مورد بازی دیگری که آلتی نصیر با دوردوی دارند چیز تخمین کردن مشکل است، چرا که دوردوی هم در بازی اخیر یک کم سطح و صفت بازی خود را دیگر کرده است و تحت رهبری سرمربی منتخب قرقیزستان الکساندر کریستینین آنها توانستند علاقه استقلال را شکست دهند و همچنین بر مقابل اینجا ضربه خیلی هم خوب از جانب محمد جان رحیموف ولی توپ تو به دروازه نمی رود و در بازی بر مقابل آلتی نصیر در دور اول آنها مساوی کرده بودند. حساسیت و جذابیت در گروه دی تو دور آخرین باقی میماند و هفته آینده سنه 26 یون بازی های دور ششم و نهایی این گروه برگزار می شوند و تنها در جریان همان بازی ها ما می توانیم اشتراکچی دوری پلی آف رو معلوم کنیم از این گروه. او در شش گروه دیگر گفتیم رقابت های گروهی خود می افتند، اونجا رقابت های دوری نیم نهایی منطقوی صورت گرفته استودند و در بعضی اش البته رقابت های فینالی هم علاقه با چشم می رسد، مخصوصا در منطقه غربی. جلیل کیمسانف دوباره به دروازه بانی خود برگردانید، نوریدین در مرکز میدان توپ رو قبول میکند، در حال با او فشار آورد بختیار چوریف ولی موفق نشد، پرتوفتی نوریدین، پرتوفتی دیاگنالی او با کنار اما توپ از میدان بیرون میشود. وقت برای فوتبال بزرگ دسته استقلال تدریجا کم باقی مانده ایستاده است. دقیقه 89 رقابت حالا جریان دارد و مشکل است البته در دقیقه باقی مانده گویم امید بستن با اون که استقلال دو دفعه میتواند در روزه رقیب رو رقم کند ولی یک دفعه امکانیت هست. علیشر جلیلوف، محمد جان رحیموف ضربه خوب دارد محمد جان ولی این دفعه پرتافت کرد و قایده بازی رو فوتبال بازی استقلال در داخل جریمه‌گاه ویران میکنند. فتولو از حرکت همدستش ناراضی است، البته در چنین وضعیت اونو باید با هم دیگر فهمی تمام دوام دقیقه باقی مانده رو باید پیش برند ولی بعضی وقت در حرکت فوتبال بازان جداگانه دسته استقلال این چیز رو دیدن نمیتوانیم. خوب وقتی اساسی هم اینجا بینندگان ارجمند خاتمه یافت، چند دقیقه وقتی لوگی زم نشده باشد، خوجان در این بین باز هم به هجوم میگذارد. آنها تنها حرکت کرده استودند که توپ را در اختیار خود نگاه دارند در نیمه میدانی رقیب و این معنای آن را خواهد داشت که چند دقیقه دیگر آنها وقت را به نفع خود حل میکنند. 4 دقیقه وقتی لوگی زم کرده شد، اینجا اشتباه از جانب دوران جان ارگاشف عکس روی فوتبال بزنی دسته استقلال، دوران کوشش کرد که این حالت را برطرف کند ولی موفق نشد. علیشر پرتوفتی او به محمد جان رحیموف، رحیموف انتظار از همدسته های دیگرش را، نوریدین پرتوفت با احتم مولو نظرف در جستجوی همدستایش است و یک نظر می اندازد با نزدیکی جریمه گاه ولی کسی را پیدا نکرد، مجبور شد باز هم توسط پرتوفت های کوتاه خود همدستایش را جویا شود. فتولو البته تجربه که استقلال طول این سالها در مسابقات جام کنفدراسیون فوتبالی آسیا به دست آورده است با ما امکانیت میدهد که گویم این دسته تا به آخرین ثانیه ها، تا به آخرین نفس های این دیدار حتما بهرین نتیجه ای در کوری برای خود تلاش میکنند و دسته تجربه گل زدن در دقایق لواگی را هم دارد. خاطرم هست گلی باشگاه دسته استقلال به دروازه آلتی نصیر که در دقایق آخر زده شده بود، این چیز هم موسمی گذشته و هم موسم 2017 با قید گرفته شد در بازی که در میدان خود داشتند آنها. اینجا قایده استیزی فوتبال بازی دسته استقلال اکنون به چشم میرسد. صاحب جان حکیموف اوسه برداشته است، در نورهای تکراری همین وضعیت رو ببینیم. الکسی لارین با اون مبارزه برد و بکنه برخورد بین اونها باید شد که کمی موزینت رو از دست دهد صاحب جان و بعدا همگوی برخورد بزنیم باز هم اوسه برداشت ولی فوتبال بازی مذکور از جای خود بابا می شود و شروع می کند که بازی رو ادامه داده می تواند. اگر به تاریخ رقابت های بین خودی این دو باشگاه توجه کنیم بینندگان ارجمند، پس
دسته خوجان دومی ده ساله اخیر خیلی همکن در بازی ها بر مقابل استقلال موفق بوده است. سال گذشته آنها به حساب 4-3 در چمپیونات در همین میدان غلبه کردند و این غلبه پس از 10 سال دیگر بوده در بازی بین خودی خوجان و دسته استقلال به قید گرفته شد. عموما تو همین بازی تنها دو غلبه دارند فوتبال بازان سویلی رودسیر در برابر تیم استقلال و امروز میتوانند غلبه سیوم و بسیار مهم و تاریخی خود را به قید گیرند. نوریدین بوسن در پرتافت تو به اندستش کمی سهلنگاری کرد. فوتبال بازان دسته خوجان باشد میل زیادی به عکس الهجوم با سرعت حرکت کردن را نشان ندادند. ستوشیچ البته سر و سماور توپ را به بازی میدارد. دیگر فرصتی نگاه کردن انتظار شدن نیست. ثانیه ها به شمار ماندند. هر یک ثانیه ارزش خیلی هم زیاد دارد و بازی امروزه برای استقلال در مجموع خیلی مهمیتی خاص داشت. غلبه در این بازی میتوانست شانسی آنها را برای برآمدن به دور پلی آف بهتر کند، اما پس از ناکامی در برابر خوجند شماره امتیازهای هر دو این دسته در گروه برابر میشوند. ولی همزمان با بازی آنها بینندگان ارجمند حالا در ترکمنستان بازی بین تیمهای التینصیر و دوردو ادامه دارد. دقیقه 21 آنجا سپری شده است و 0-0 است. بازی های دور دهم خیلی هم جالب صورت گرفتنش را از حالا میتوان تخمین کرد. بازی های دور ششم مزرعه هجوم فوتبال بازان دسته استقلال احتم در داخل جریمهگاه حرکت های او انتظار میشود. احتم پرتافتی او وضعیت خوفناک است. جهانگیر ارگشف توپ را از داخل جریمهگاه بیرون کرد. موجی نوبتی هجوم فوتبال بازان دسته استقلال را میبینیم. یک پس دیگر البته آنها جویای امکانیت های خود میشوند، ولی رقیب هم خط دفاع را مستحکم نگاه داشته است. احتم توپ رو به هم دستش میگذارد. فتولو پرتافتی او وضعیت خوفناک است و چگونه امکانیت آفساید به خط گرفته شد از جانب کمک دوار یا اینکه قاعده بازی بیرون شد. اکنون بینندگان ارجمند دیگر این هج نقشه ندارد. استقلال در جریان بازی بسیار مهم بر مقابل دسته خوجان در سفر با حساب 3-2 دچار باخت میشود. از هر دو دسته ما سپاسگزاریم برای یک بازی بسیار بامضمون و دیدنی که در ورزشگاه بیسولاگی استقلالیتی تاجیکستان در شهر خوجان نشان دادند. ارزنده بودند البته برای نتیجه بهتر هر دو این باشگاه ها، ولی بخت فوتبالی امروز با نفع فوتبال بازان دسته خوجان بود و شماره امتیازهای خود را آنها در گروه با دسته استقلال برابر میکنند. هفتایی و موقع گیری دسته های التینصیر و دوردوی از بازی بین خودی آنها وابسته است. حالا در جدول آنلاین یا اینکه سره التینصیر هم چون بازیش با دوردوی برابر 0-0 جریان دارد، به نظر میرسد که با خوجان و استقلال برابر امتیاز به دست آورده در زینه دویم قرار دارد. اما بینندگان ارجمند طوری که بالاتر هم اشاره کردم تقدیری راحتی پلی آف در گروه دی در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال 2019 در بازی دور ششم باید معین کرده شود که سنه 26 ایون برگزار می شود و استقلال در میدان خود بازی بسیار مهم را با التینصیر دایر می کند و خوجان باشد با شهر بیشکک با جریان بازی با تیم دوردوی سفر خواهد کرد. از توجه یک یکی شما سپاسگزاریم. در نزد میکروفون شوره پرویز محمد امین بود. گروه اجادی و تکنیکی شبکه‌های تلویزیونی ورزش و فوتبال این گزارش را از ورزشگاه بیسولاگی استقلالیتی کشورمان از شهر خوجان پیشنهاد شما کردیم. تا دورهای دیگر و با امید موفقیت های نو بنوی باشگاه فوتبالی کشورمان هم خوجان و هم استقلال اینجا با شما ما خیر خوش میکنیم. سربلند و پیروز و دوستدار فوتبالی میهن باشد. خیر.